اینا به اسم آل علی سلام الله علیه شدن اومدن. مراقب باشین، صحابه اونی هستش که سایه از خودش نداشته. لا اله الا الله، کفر به غیر خدا، ایمان به خود خدا. اگر از ما کمک خواستی کمکت میکنیم. بندگان یعنی کسانی که عبادت میکنن به مقام ایمان نمیرسن مگر اینکه خدا رو بشناسن. ممکنه بعضیاتون بگین آقا ما تو خیلی کارا بسم الله گفتیم و ضررم کردیم، حق داریم، برای اینکه بسم الله رو درست نگفتیم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أبدا الأبدين السلام عليك يا بغية الله في أرضين السلام عليك يا حجة الله على عباده السلام عليك يا صاحب الزمان شرمنده نگاه تو هستم نگاه یک بار هم نگاه به اعماق شو کن ما غرق در گناه شدیم و نیامدیم آقا بیا و دوباره مرا بیگناه کن یک روز نه ثانیه‌ای لحظه‌ای فقط چشم مرا مسیر قدم های ما کن آقا زمین شلوغ شده گم شدم بیا
فکری به حال گم شده بی پناه کن. بعد از اینکه اسرای آل الله رو وارد شهر کوفه کردند و در میان جمعیت آنها رو آوردند تا دم قصر عبیدالله بن زیاد رساندند، عبیدالله علیه لعائن الله اذن اذنا عاما و جیء برأس الحسین علیه السلام و وضع بین یدی. او اذن عام داد مردم بتوانند همه وارد در دست بشوند. سر مقدس امام حسین علیه السلام رو هم در کنار او قرار دادند و ادخل نساء الحسین و سبیان او الیه. بعد اسرای آل الله زنان و فرزندان داغدیده را وارد قصر کردند و جلست زینب و بنت علی علیه السلام متنکرتن. بعضی متکبرتن خوانده اند، بعضی متنکرتن. حضرت زینب سلام الله علیها متکبرانه وارد شد یا ناشناس وارد شدن. در روایات وارد شده است که سه چیز است که برای مردان عیب است، نقصان است، اما در زنان مدح است و صفت کمال است. یکی از آنها جبن، ترس. ترس برای مردان خوب نیست. خوب است که مردان دارای شجاعت و جسارت و قوت قلب باشند، زهره شیر داشته باشند. اما همین ترس برای زنان ممدوح است. زنهایی که از موش میترسند، زنهایی که از سوسک میترسند، اینها رو عیبگویی و عیبجویی نکنید. زن خوب نیست که سر گوسفند بتونه ببرد و ذبح کند. اون زنهای اونجور سخت است که زندگی خانوادگی داشته باشند، غالبا سلطه بر مرد پیدا میکنند. زن صفات خوبش عاطفه است، احساس است، ترس است. جبن یکی از صفات اوست که برای زن خوب است. دیگری بخل. برای مردان سخاوت خوب است، بخل خوب نیست. ولی برای زنان که اموال در اختیارشان قرار میگیرد باید امین باشند در خانه نسبت به اموال پدرشان، نسبت به اموال شوهرانشان. غالباً بخل خاصی دارند مردمی هم که میخواهند در راه خدا چیزهایی را، انفاقهایی را انجام بدهند، غالبا مجبورند که خانمشان نفهمد. این بخلی که در اینها هست صفت مدح هست. همینطور تکبر. مرد خوب است که تواضع داشته باشد، نسبت به همه مردم روابط عمومی خوب داشته باشد، نسبت به اینها کرنش کند، خضوع کند. اما زنان خوب است که در مقابل نامحرم متکبر باشند، خودشان را مفت نفروشند. هر کسی که به اینها سلام کرد، احوال پرسی کرد توی کوچه، اینا بر نگردن، نگاه کنن، بزلگویی کنن، گفتگو و بگو بخند بکنن. نه، متکبرانه میگذرن و محل به این شخص نمیدهن. این تکبر از صفات مدح در زنان است. طبق روایات حضرت زینب سلام الله علیها این چنین وارد شدن متکبرتن یا نه
متنکرتن وارد شدن، یعنی در میان زنهای دیگر. گاهی انسان وقتی جلو جمعیت راه برود معلوم است که او غافل سالار است، او ریاستی بر بقیه دارد. گاهی در میان جمع راه برود، هسته مرکزی جمع باشد، میفهمد که او رئیس است، بقیه او را در میان خود گرفتن، احاطه کردن. در جایی از جمعیت وارد شدن که معلوم نشود چه کسی سروری و بزرگی بر دیگران دارد، متنکرتن وارد شدن. عبیدالله ابن زیاد نگاه کرد، دید که یه خانمی میان جماعت زنها رفتن گوشه ای نشستن، بقیه ایشان رو در میان گرفتن. در نقل مرحوم شیخ مفید این است که ادخل عیال الحسین علیه السلام على ابن زیاد و دخلت زینب و اخت الحسین فی جملتهم متنکرتن، در میان جماعت اینها به صورت ناشناس وارد شدن. و علیها ارذل ثیابها، اینو مرحوم شیخ مفید دارن، این که لباسهای حضرت از پایین ترین نوع لباس بود، کهنه بود یا این که پاره بود یا این که ارزان قیمت بود. در وقت وارد شدن به کوفه، یکی از زنان کوفی سوال کرد من ایل اصارا انتون، نه شما از اسیران کدام قبیله اید؟ نقل کردن که یک نفر فریاد کشید نحنو اصارا آل رسول الله، ما از قبیله رسول الله. اون وقت میگه او خانمی که از بالای بام سوال کرده بود، و نزلت من سطحه ها، از پشت بام پایین آمد، و جمعت بلاعن و عذرن و مقانعه و اعتت هن و تقطعنه، لباس هایی جمع کرد در خانه های مردم برای اسرای آل الله. لباس هایی که از مردم جمع شده باشد، شاید همین هاست مرحوم شیخ مفید این طور نقل کردن، علیها ارذل ثیابها، اینجور وارد شدن. و مدت حتی جلست ناحیتن، رفتن متکبرانه و ناشناس متنکرانه رفتن یه گوشه نشستن. و حفت بها امامها، زنهای دیگر کنیزها دور حضرت زینب سلام الله علیها رو گرفتن. عبیدالله ابن زیاد سؤال کرد من هذه اللت حازت و جلست ناحیتن و معها نساؤها، این خانم کیه که رفت یه گوشه ای نشست و بقیه دور او نشستن؟ فلم تجب زینب سلام الله علیها، حضرت زینب جوابی ندادن. و اعاد القول ثانیتن و ثالثتن یسأل عنها، بار دوم بار سوم سؤال کرد او زن کیه که همه دور او نشسته. یکی از زنهایی که از کنیزهای حضرت زینب سلام الله علیها بود گفت هذه زینب ابنت فاطمه بنت رسول الله، این زینب دختر فاطمه زهرا دختر پیغمبر است. در بعضی از نقلها هذه زینب ابنت علی، زینب دختر امیر المؤمنین علیه السلام است. اولین جمله‌ای که ابن زیاد علیه لعائن الله میگوید، میگه الحمد لله الذی فضحکم و قتلکم و اکذب احدوثتکم، حمد میکنم اون خدایی که شما رو رسوا کرد، بی آبرو کرد، شما رو کشت، و اکذب احدوثتکم و اون افسانه شکست ناپذیری شما را، اون افسانه علم و قدرت شما را دروغ کرد. معلوم شد مشت شما هم باز شد، شما هم در این عالم یکی مثل بقیه هستید. و ضحکم و قتلکم و اکذب احدوثتکم، رسوا شدید، افسانه شما هم دروغ از آب در آمد.
حضرت زینب سلام الله علیها بهش پاسخ میدهند انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا، آن کسی مفتضح و رسوا می شود، آن کسی بی آبرو می شود که فاسق است. یعنی شماها بی آبرو خواهید شد، بی آبروی عالم، بی آبروی در تاریخ، بی آبروی در همان تاریخ. در هیچ کجای تاریخ سراغ ندارید سپاهی این چنین پیروز شده باشد و از فردا خودشون نفرت از کار خودشون پیدا کنند، ای به گردن این و آن بیاندازن. یزید بگه عبیدالله ابن زیاد این کار رو انجام داد، عبیدالله ابن زیاد بگه یزید من رو اجبار کرد به این کار. هیچ کدام حاضر نشن این پیروزی و سرمستی را مسئولیتش رو به عهده بگیرن. همان زمان کارشان رسوایی برای خودشان بود. در طول تاریخ امروز نگاه کنید مسیحی ها، یهودی ها، کفار چی می نویسن در باره امام حسین علیه السلام و خواهرش زینب کبرا سلام الله علیه، چی رسوا شده است. یزید و دودمان آل ابی سفیان و آل زیاد رسوا شده هست. انما یفتضح الفاسق، فاسق است که بی آبروی عالم شد. و یکذب الفاجر، مشت ما باز نشد. نگو افسانه شما دروغ از آب در آمد. یکذب الفاجر، شخص فاجر مشتش باز می شود. در طول تاریخ مشت این آب باز شد. امروز نگاه کنید مردم درباره اینها چه میگوین. او گفت خدا شما را رسوا کرد، افسانه شما را دروغ نشان داد. حضرت فرمودند فاسق رسوا و بی آبرو می شود، فاجر دروغگو می شود، نه هم غیرنا، او غیر از ماست، او شمایید. ابن زیاد گفت کیف رأیتی صنع الله به اخیک و اهل بیتک، چجور دیدیم کار خدا را با برادرت امام حسین و با خاندانت. یعنی خدا اینها رو کش، خدا اینها رو منکوب کرد، خدا اینها رو مخذول کرد، خدا اینها رو شکست داد، سر جاشون نشاند. کار خدا را با برادر و اهل بیتت چگونه دیدی؟ فقالت سلام الله علیها ما رأیت الا جمیلا. اگه صنع الله رو سوال میکنی، من کار خدا رو زیبا دیدم. کار خدا زیبا بود. خدا دو مقدر دارد، یکی به تقدیر اولی و مشیت اولی خداست، که خداوند مشیتش بر این قرار گرفته که اینها بزرگان عالم امکان باشند. یه مشیت ثانوی هم دارد. مشیت ثانویش این است که این قوانین و نوامیس رو در عالم خلقت گذاشته است. مشیت اولیه خدا مثلا بر این که ما یه عمر 80 ساله داشته باشیم. مشیت ثانویه خدا این تکوینی است که بر روی تشریع بسته می شود. یعنی خدا به ما امرهایی می کند، نهیهایی می کند، می پذیریم، نمی پذیریم. عمر ما به واسطه این که امر خدا رو بپذیریم طولانی تر بشود، به واسطه این که نهی او را منتهی بشویم عمر طولانی تر بشود، به واسطه این که امتثال امر نمی کنیم عمر کوتاه بشود. یعنی یه عمر 80 ساله به مشیت اولیه خدا برای کسی قرار دادن، اما بهش گفتن صله رحم کن، قطع رحم نکن. این شخص قطع رحم کرد. این شخص به جای بر والدین، حقوق والدین، خشم والدین رو کسب کرد. خب این شخص عمرش کوتاه می شود. این مشیت ثانویه نوامیس خلقت است، قوانینی است که خدا گذاشته است که هر که قطع رحم کند عمرش کوتاه می شود. این قوانینی هم که خدا گذاشته از ما رأیت الا جمیلا، اینها هم قوانین زیبایی است. به ما گفته عمر 80 ساله داری،
اما اگر از پشت بام از سه طبقه ساختمان پایین پریدی، من جاذبه زمین رو در این عالم قرار دادم، میفتی، دست و بالت میشکند، میمیری، انتحار است، حرام است. نپر پایین، از روی چاه رد شو، تو چاه نپر. اگه پریدم عمرم رو کوتاه کردم، این به واسطه خود من است. نهی تشریعی کرده بود، نهی خدا را اگر مرتکب شدم عمرم رو کوتاه کردم. این تکمیل، این کوتاه شدن عمر مبتنی بر این تشریع است. به دیگران فرموده است انسان آرا نکشید، اما قانونی که قرار داده اینه که این گلوها بریده می شود، این کارت ها می برن. تیزی کارت کمال برای کارت است. بریده شدن گوشت و پوست این کمال برای این هاست. اینا هم ما رأیت الا جمیلا، به مردم نه کرده این کار رو نکنید، انجام می دهن. آن وقت این همه ظلمی که در عالم از به ما کسبت عید ناس است، آنچه که در این عالم میبینید خدا به مشیت اولیش، مشیتش بر این قرار گرفته بود که اگر مردم حرف انبیاء الهی و اوصیاء آنها رو گوش کنند، سعادت دنیا سعادت آخرت، همان چیزی که در زمان ظهور و فرج حضرت بقیت الله ارواح اونا فدا پیش خواهد آمد. اگه مردم گذاشتن امام حسین علیه السلام یه عمر 300 سالگی بر مردم حکومت کند، مردم هم همینطور. ولی ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، مردم با اختیار خودشون انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا یه نهی‌هایی را مرتکب شدن، یه جاهایی امتثال امر خدا نکردن، کار به اینجا کشیده است. مشیت ثانویه الهی به خاطر این ظلم مردم، به خاطر کارهای مردم به وقوع پیوسته است. او وقت ان الله شاء ایرانی قتیلا، ان الله شاء ایرانن سبایا، این مشیت ثانویه است، این به اختیار مردم است. مردم با اختیارشون اگر خواستن حجت خدا را کتک بزنن، خدا قانونی که قرار داده است این است که حجت خدا با این کتک خوردن متعذی می شود. اگر بخواهن حجت خدا را از پای در بیاورن، همه با هم حمله کنن، حجت خدا به شهادت می رسن. این هم نوامیس خلقت است. پس چیزی از خدا بد نبوده است. ما رأیت الا جمیلا، آنچه که هست بدی ها از مردم بود، به ما کسبت عید ناس بود. ما رأیت الا جمیلا، خدا اختیاری که به این مردم داده بود این جمیل است. خدا موقعیتی که قرار داده بود که بزرگترین عبادت برای شهدای کربلا، بزرگترین سعادت برای شهدای کربلا باشد، بالاترین شقاوت برای قتله آنها باشد، این هم ما رأیت الا جمیلا. ها اولا اقوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم، این ها قومی هستند که به مشیت ثانویه خداوند قتل و شهادت را برای این ها تقدیر کرده بود، این ها به جایگاه شهادت خودشان آمدند. فسیجمع الله بینک و بینهم فتحاج و تخاصم. عبید الله ابن زیاد، فکر نکن پیروز شده ای، دادگاه در آینده است. الیوم عمل ولا حساب و قدر حساب ولا عمل. خداوند سیجمع الله بینک و بینهم، بین ظالم و مظلوم در آخرت جمع میکند. گاهی در رجعت در همین دنیا بعد از ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، سیجمع الله بینک و بینه، آن وقت مورد خصومت قرار میگیری. امام حسین علیه السلام در دادگاه عدل خدا بر تو پیروز خواهد شد. فنظر لمن الفلج یوم اذن سکلت که امک یبن مرجانه، ای پسر آن زن بدنام بدکار، آن روز نگاه کن که لمن الفلج یوم اذه، آن روز پیروز این میدان چه کسی است.
عبیدالله ابن زیاد وقتی این جملات را شنید عصبانی شده است و که انهو هم بها قصد جان حضرت زینب سلام الله علیها کرد، عمر ابن حریث به او میگوید ان امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشیء من منطقها. زن است، زن از حرفی که بزند مؤاخذه نمی شود. ابن زیاد دوباره نمک پاشید به زخم دختر امیر المؤمنین. لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من اهل بيتك. خدا دل مرا خنک کرد به خاطر قتل برادرت حسین و متمردان از خاندان تو. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند لعمری لقد قتلت کهلی و قطعت فرعی و اشتززت اصلی، شاخه های منو بریده ای، پر و بالم رو شکسته ای، مرا ریشکن و استحصال کردی. فا امکانه الله شفا اوک فقد اشتفهید. اگه این طور دلت خنک می شد، دلت خنک شده است. وقتی حضرت این جملات رو فرمودن، ابن زیاد می گوید آوهی سجاعه، یعنی مثل شاعران که کلمات مسجع در نثرشان هم بیان می کنند و در شعرشان کلمات خوشقافیه و هم قافیه بیان می کنند، این زن سجاعه است. یا هذه سجاعه، یعنی این کلمات او کلماتی است که هماهنگ بیان شده است، دارای سجع و ردیف است. ولعمری لقد کان ابوک سجاعا شاعرا، بابای تو هم وقتی نثر سخن میگفت به سجع، نثر مسجع میگفت، و وقتی که به نظم سخن میگفت شاعری زبردست بود، امیرالمومنین علیه السلام. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند یا ابن زیاد مال المرأة والسجاعة، زن را به مسجع و مقفا سخن گفتن چه ربطی است؟ یعنی اینا سوز دل من است. اندلی عن استجاعت لشغلا، یعنی من مشغول به عذاب و داویدگی هستم که دیگه فکر الفاظ نیستم. و اینی لأعجب ممن یشتفی به قتل ائمته و یعلم انه منتقمون منه فی آخرته. پرده برداری میکنن از این که اینا میشناختن حجت خدا را، با اینا به جنگ حجت خدا آمدن برای ریاست دو روزه دنیاشان. حضرت زینب میفرمایند من شگفت زده ام از کسی که یشتفی به قتل ائمته، امام خودش را میکشد و دلش با قتل امامش خنک می شود و یعلم انهم منتقمون من افی آخرته، و علم دارد می داند که اینها در آخرت از او انتقام خواهند گرفت. زید ابن ارقم منظره ای دید که در مقابل زن و بچه های امام حسین انجام شد، با چوب دستی که به دست ابن زیاد بود و توهین کرد به لب و دندان امام حسین علیه السلام. او گفت ارفع قضی بیکم عن هاتین الشفتین، چوب تو از این لب ها بردار. و والله الذی لا اله الا هو لقد رأیت شفتی رسول الله علیه ما مولا احسی یقبلهما. بسیار موارد دیدم لبهای پیغمبر روی لبها بود، لبهای فرزندش امام حسین رو میبوسید. بعد اشکش جاری شد و بیرون آمد. ابن زیادی حرفایی پشت سر او زده از او هم درباره ابن زیاد و مردم من که عبدون خور را، یه برده مالک آزاد مردان شده است. انتم یا معشر العرب العبید بعد الیوم، بعد از این که امام حسین رو توانستن بکشن، همه شما رو به بردگی کشیدن. قتلتم ابن فاطمه و امرتم ابن مرجانه، پسر فاطمه رو کشتید
پسر مرجانه رو امیر خودتون قرار دادید حتی یقتل خیارکم و یستعبد شرارکم، تا اینکه خوبانتون را بکشد بدان شما را به بردگی بگیرد. رویتون به ظل و بعدن لمن رذیم. خودتون مردم با کمک نکردن به امام حسین علیه السلام خودتون بیچاره کردید خودتون را، به عبودیت و بردگی دشمن در آمدید. نمک تعنه به زخم جگرم نگذارید، به زمین خوردم اگر پا به پرم نگذارید. چقدر سنگ به لبهای کبودش زده اید، گریه امرا به حساب پدرم نگذارید. یادتان رفته مگر تشنه بریدید سرش، کاسه آب دگر دور و برم نگذارید. نان خوش یه صدقه پیشکش سفره تایان، دست تو دهن بچه ها می کرد نان و خرما رو از دهانشون بیرون می آورد، بر زمین می انداخه. نه صدقت علینا محرمه، نحن آل رسول الله. نان خوشی صدقه پیشکش سفره تایان، آنقدر یک سره منت به سرم نگذارید. وجودش مثل دریا بود امه، دقیقا مثل زهرا بود امه. اگرچه کربلا جا مانده بودید، حسین دوم ما بود امه. هجوم یک سپاه تازیانه، ولی افسوس تنها بود امه. خدا خیرش دهد این خواهرت را، کسی سیلی نخورد تا بود امه. و بعد از ساقی آبابر ما، علم بر دوش و سقا بود امه. تمام راه را مشغول ذکر حسینم و حسینا بود امه. در اوج عاطفه چون مرد جنگید، اگرچه قامتش تا بود امه. سرش بشکست اما دشمنش گیر،
سرش بالای بالا بود امه صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.